ما دو موزه در یک موزه هستیم در اصل، طبقه پایین که اینجا که موزه هنر جهان هست و طبقه بالا رو که موزه هنر اسلامی بوده. موزه هنر جهان در اصل از دو موزه تشکیل شده. بخش ابتداییش در طبقه همکف موزه هنر جهان رو داریم و در طبقه بالا موزه هنر اسلامی رو داریم که آثار بسیار زیبا و فاخری رو داره. در موزه هنر جهان بخش ابتدایی تشکیل شده از دوره‌های تاریخی و ایران باستان. دوره‌های تاریخی مثل سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان و از تمدن یونان اثر داریم در این بخش. از اقوام سرخپوست آمریکای لاتین هم در این بخش آثار داریم. بخش بعدی موزه هنر جهان بخش آسیای شرقی هست که از کشورهای مثل چین، ژاپن، هند، تایلند آثار داریم توی این بخش. در دو لاین بعدی همین طبقه همکفمون آثار بیشتر به کشورهای اروپای غربی برمیگرده و بیشتر هم به سده‌های 17 میلادی به بعد آثاری که مشاهده می‌کنیم. از هنرمندان به نام و بزرگ دنیا مثل پیکاسو، فرانسیسکو گویا، سهراب سپهری خودمون، خانم ایران درودی، استاد ایران درودی که به تازگی فوت شدن و استادان اینچنینی، هنرمندان بی نظیر اینچنینی، اورجینال آثار، اصل آثار رو داریم، حالا یا به صورت کار نقاشی یا ابداعات کارهای هنری چاپ دستی که 0 تا 100 اثر منسوب به خود هنرمند هستش. قدیمی ترین اثری که در موزه داریم یک شیئی هستش که خمره سفالی هستش، قدمت 6000 ساله داره و مربوط به تمدن جیروفت کرمان میشه. از ایران هم به عنوان یکی از کشورهای جهان در موزه هنر جهان و به عنوان یکی از کشورهای اسلامی در موزه هنر اسلامی ما آثار داریم و مختلف با کشورهای دیگه هستش، تفکیک نشده و جداسازی نشده، به عنوان یک کشور در جهان به حساب اومده این موزه. این کلیتی بود از موزه هنر جهان و هنر اسلامی که توصیه میشه بازدیدش و امیدواریم که از خودش بسیار لذت ببرید. Thank you.
بود.